بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وخت مو په خیر. زه سراج الدین پټانی مو تاسو ته ژور لیدنو خبرونه ګوري. قدرمن لیدونکو، د افغانستان اسلامي امارات د 280 میلیونو کنګل شوو ډالرو د خوشی کېدو پریکړه ستای. د افغانستان د بیا رغونې د صندوق څخه د 280 میلیونو ډالرو د راخوشی کېدو پریکړه نن د افغانستان د اسلامي امارات د مالیه وزارت وستایله او وی ویل چې په دې سره به د افغانستان د اسلامي امارت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو چینل پرانیستل شي. دوی هیله څرګنده کړله چې په راتلونکي کې به پاتې نوره کنګل شوي پیسې هم راخلاص شي. همداراز دوی وویل چې دغه پیسې چې په بشري د بشري مرستو په توګه به ولګول شي، د افغانستان په اقتصادي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي. همداراز دغه اقدام یې ګټور وباله او هرکلی یې ترې وکړ. خو اساسي بحث دا ده چې له یوې خوا د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د کنګل شوو پیسو له جملې څخه 280 میلیونه ډالر راخلاصیږي، له بلې خوا په افغانستان کې ډالر د افغانیو په وړاندې ورځ تر بلې مخ په پورته کېدو دي. همداراز په افغانستان کې تر بل هر وخت ډیر بشري وضعیت خواشینونکی ده او ویل کېږي چې سکال ژمی به د افغانانو لپاره ډیر یو بد او له بحرانه ډک ژمی اوسي. په ټوله کې زموږ نننی بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی او په بحث کې راسره میلمانه دي د افغانستان د ژمن فکري ګوند مشر ښاغلی سلیم پیګیر او د سیاسي چارو څیړونکی ښاغلی سید نادر سیدی. قدرمنو میلمنو، ښه راغلاست، ستړي مشئ، سلامت باشین. پیګیر صاحب، بس از شما آغاز میکنیم. خب 280 میلیون دلار از پولهای بلاک شده افغانستان امروز از طرف بانک جهانی از بلاک برآمد و از این اقدام حکومت افغانستان هم استقبال کرده. شما این اقدام بانک جهانی یا جامعه جهانی را چگونه ارزیابی میکنید؟ سلام خدمت شما پتان صاحب، سیدی علیکم السلام، بینندگان عزیز تلویزیون جواندو. اقدام بسیار نیک است ولی بساینده نیست. بساینده به کدام مانا؟ اول خب ببینیم پولا را که آزاد کرده میده به دست امارت اسلامی نمیتن، بلکه ایره به موسای خیریه میتن که اونا برای مردم افغانستان توزیع بکنن و یا مواد اولیه ضرورتشا برشان بخرن. یک موضوع که بر اقتصاد کشور ما چندان تاثیر نداره. شما دیدین که امی دیروز اعلان کردن امروز دلار به 111 خیز کرد که نباید میشه، بلکه برعکس اگر دلار پایین نمی آمد حداقل جای به جای می بود. این با کدام ماناست که همین کمک 280 میلیون دلار که کمک می بخشین که از پول منجمد شده افغانستان که آزاد کردن، نمیدانم که با کدام فکر و با کدام حق می کار بکدن. حداقل یک میلیارد یا دو میلیارد آزاد میکنن تا امیز زمستان مردم ما به خوبی تیر بکنن. بخاطر 280 میلیون دلار برای 40 میلیون که تمامش بیکار گرسنه منتظر یک نان خشک هستن بساینده نیست. بنان ای که امارت اسلامی تبعیض که اونا چاره ای ندارن بدون از که استقبال بکنن، ولی به نظر ما این بساینده نیست. نه تنها پولای افغانستان باید آزاد شده، بلکه همون کمکایی که جمع شده، ببینید 1,100,000,000 کشورهای اروپا جمع کردن که باید وقت به مردم به افغانستان میرسید، ولی اونا هم تا بالی سردرکش معلوم نیست. خب پیگیر صاحب، این چقدر منطقی به نظر میرسه که این پولا از چینل یا از مجرای مسات خیریه به مردم افغانستان کمک شوه؟ یعنی ای که این خب پول مردم افغانستان است، نه پولای که از طرف جامعه جهانی کمک میشه به
مردم افغانستان. چقدر منطقی میرسه که این پولا از آدرس چینلای مصاب کمک رسان به مردم افغانستان کمک شود؟ یعنی چرا به حکومت افغانستان سپرده نمیشه تا به مسائل که ضرورت است به مصرف برسه؟ دیگه چند موضوع ببینیم. اونا حکومت به رسمیت نمیشناسن و پول ما ادعا داره که پول مردم افغانستان است، شما هم ادعا دارین و جامعه جهانی هم میگه که پول مردم افغانستان است. بنابراین ما میگه ما حکومت به رسمیت نمیشناسیم ولی پول مربوط به مردم افغانستان است، ما هم برای مردم افغانستان توضیح میکنیم. به این جهت یعنی به این شکل فکر میکنین منطقی باشه؟ دیگر هم نیست. ببینیم وقتی که حکومت به رسمیت نمیشناسیم هیچ نوع معاملی امرایش نمیتونیم بکنیم، هیچ نوع معاملی اقتصادی. ما خدا داریم که پول مردم افغانستان باید بتیم. ما میگن میتیم ولی از طریق موساد خیریه. اگر من ایواز امارات اسلامی میبودم تویز که استقبال نمیکردم، بلکه برعکس یک احتجاج میکردیم که این پول خب یعنی که از طریق ما. چرا؟ در اینجا امی توازن دلار حفظ نمیشه. پول اگر میامد به بانک مرکزی افغانستان از اینجا افغانی به مردم توزیع میشد، امی سر نرخ دلار بسیار زیاد تاثیر میکرد. یعنی تقریبا امی موضوع انفلاسیون هم بله امی یادمای بدبختی که ما داریم که روز ما کمبود دلار داریم که بلند رفته میره، کمبود است. اگر این پول به بانک مرکزی ما تحویل میکردن حتمی بود که حداقل بازو میگم اگر بلند پایان نمیشیش بلند نمیره. خب اما این پول فکر نمیکنید که دلار به افغانستان سرازیر میشه و اینجا اگر از طرف همین مسات کمک رسان افغانی میشه یا مواد ارتزاقی گرفته میشه، پس باید بالای نرخ دلار در برابر افغانی تاثیرات خودم میداشت؟ ببینید هنوز نامده، هنوز پول اما بالاخره فیصله شده. برای چند موضوع است. خب اولی که بانک مرکزی برای فعلا غیر فعال است، نرخ اسعار از سرای شاهزاده برای مردم تعیین میشه نه از بانک مرکزی. اونا همه چیز دست ابی تجارا و یا کسایی که در بانک سرای شاهزاده اونا کار میکنن، نرخ اونا تعیین میکنن. جایی که به نفعشان باشه بلند میبره، جایی که به نقصان باشه پایین میبرن. چرا این کار است؟ به خاطر مو افراد اشخاص مسلکی رو در بانک مرکزی نداریم که اونا سر این موضوع کار بکنن. اگر امارت اسلامی افغانستان از ما آزاد نشن، امروز همه چیز به دست تجاراست. همه چیز، نرخ اسعار، نرخ مواد اولیه، همه چیز دست از اوناست. حکومت هیچ رولی نداره و اصلا هیچ رول را نمیتونه اونجا ادا بکنه. چرا؟ ببینید همه چیز میره تجارا قرارداد میکنن میخرن میاره. دولت به رسمیت کس نشناخته، امرای ازنا هیچ چیز کس قرارداد نمیکنن نمیارن. بنان تجارا است که هم نرخ دلار را تعیین میکنن، هم نرخ مواد اولیه را، هم نرخ نفت، هم نرخ گاز، همه چیز را اونا تعیین میکنن. کشور فقیر مانند افغانستان کفر است. بسیار تشکر پیگیر صاحب، به شما برخواد گشتیم. سیدی صاحب میایم به شما. شما اقدام تازه بانک جهانی را چگونه ارزیابی میکنین و اساسا چرا بالای نرخ ارزهای خارجی در برابر پول افغانی تاثیرات مثبت نداشته بلکه تاثیر منفی داشته؟ یعنی نرخ دلار در برابر پول افغانی دگام بلند رفت؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و جناب پیگیر صاحب و بینندگان برنامه زیبای شما. علیکم السلام. جناب پتان صاحب، 280 میلیون دلار که از پیسه بلاک شده مردم افغانستان تعهد شده و آزاد شده پس میاد به مردم افغانستان و هم از طریق مؤسسات خیریه. کارشناس های اقتصادی به این نظر هستند و در یک از چینل های را ما شنیدیم که پولی که از آدرس مؤسسات خیریه به افغانستان میآید، ولو کمکی باشه یا پولی که حق مردم است میآید، هفت از هر ده دلار هفت روپیه از این
مصرف پس می متخصصین خودی از یوم میشه که اونا استخدام کردن. ما بحث اکمالات است، بحث ترانزیت است، بحث از اینکه پول تا به افغانستان برسه. از جمع $10 $3 به افغانستان تحویل داده میشه. یک بسیار یک بحث جدی و یک بحثی است که واقعا سوال برانگیز است. و اینکه چرا ایرا در دسترس دولت قرار نمیتن از طریق مؤسسات میه، جناب پیگیر سبب اشاره کردن. سر حکومت ما اعتبار نداره فعلا جامعه جهانی به نسبت اونمو عدم اجرای تعهداتی که اینا کردن با دنیا که بحثی حقوق بشر است، بحثی حکومت داری خوب است، بحثی مشارکت سیاسی است، بحثی آزادی افکار است، آزادی بیان است، بحثی تعلیم و تربیه طبقه و ناس و جوانان افغانستان است. یعنی این تعهدات وقتی که صورت نگیره، روی کاغذ باقی ببانه، از جانب ما تعهدات مریل اجرا نشوه و ما با او متحد نباشیم، دنیا هم واقعیت سر ما اعتبار و اعتماد نمیکنه. خب بحثی از این که پول ما چرا در مقابل پول خارجی و بخصوص دلار چرا نرخش پایین آمده یا ارزشش پایین آمده؟ چگونگی پیشرفت یا اعتبار پول شما برمیگرده به یک اقتدار سیاسی. وقتی که شما درست است که حال دولت فعلی ما ادعای از این را دارند که ما یک اقتدار سیاسی در داخل افغانستان داریم، ولی ما اقتدار سیاسی امروز در بیرون نداریم. متعهداتی که از طرف جانبین صورت گرفته در بحث صلح، در بحث حکومتداری خوب، در بحث زیربنا، در بحث سیاست، در بحث تعلیم و تربیت تا هنوز نشده و شما به همو پختگی سیاسی و اقتدار سیاسی تا هنوز نرسیدین. بینن همی عوامل باعث میشه که ارزش پول ما در برابر پول خارجی، اون پیشتر جناب پیگیر صاحب اشاره کردن که تقریبا 12 افغانی شد یک دلار در بازار 112 112 شد و سرای شاهزاده شما که بزرگترین مرکز دادستان و تبادل اسعار در سطح افغانستان است، دروازش برای تجار و مردم و نیا بسته است. خب چرا حکومت افغانستان جامعه جهانی به رسمیت نمیشناسه با وجود از اینکه آل تقریبا بالای تمام جغرافی افغانستان حاکمیت داره، صلح نسبی تأمین است و همچنان امو تعریف که باید یک حکومت داشته باشه او را به خود گرفته؟ شما قبلا از تعهدات یادآوری کردین. حکومت امارات اسلامی افغانستان مدعی است که حکومت ما همه شمول است، آزادی بیان وجود داره، حقوق اقلیت‌ها تأمین است، همچنان حقوق خانما یا طبقه و ناس به بهترین وجه برشان داده شده. میگن خب مکاتب خصوصی فعال است، پانتونای خصوصی فعال است، همچنان دختر خانما و خانما در شهر و بازار آزاد گشت و گذار میکنه، هیچ نوع محدودیت بالای از اینا وضع نشده. من مسائل مکاتب دخترانه یا پوانتونا یا رفتن خانما به کار و وظایف، اینا میگن ما روی یک میکانیزم داریم کار میکنیم، به مجرد که اون میکانیزم ترتیب و تکمیل شد اینا میتونه به این فعالیت های خودم ادامه بده. این منطق از جانب امارت اسلامی افغانستان چقدر منطقی به نظر میرسه؟ خب ببینین پتانسپ، مدت یک سال یا دو سال وقتی که جمهوریت در افغانستان حاکم بود، بحثا در دوحه میان طالبا یا امارت اسلامی یا جانب امریکا، بحثا روی صلح و چگونگی یک حکومت مشارکتی جریان داشت. خب امارت اسلامی آمد تمام جغرافی افغانستان را به هر نحوی که بود گرفت، حاکم است. دقیقا ما از بحث امنیت امروزی تا حد مردم شاید راضی باشه، ولی از بحث یک حکومتداری خوب مردم راضی نیست، از بحث به دست آوردن حقوقشان مردم راضی نیست، از بحث در بحث تعلیم و تربیه مردم راضی نیست، در بحث اقتصاد و اشتغال و کار و ماموریت مردم راضی نیست. این گپ مردم است که ما اینجا میگیم. خب اما امارت اسلامی افغانستان این
مسائل بستگی می ته به پولای منجمد شده افغانستان که از طرف جامعه جهانی یا بانک جهانی یا ایالات متحده امریکا منجمد شده؟ خب ما سر این موضوع می آمدم، بحث دوم دوها که شروع شد، مجلسی که اینا داشتن، اونمو مجلس احتمالاً روی بحث یک حکومت مشارکتی باشه و یک بحثی سر پولهای منجمد شده افغانستان باشه و بحثم چگونگی شناخت حکومت افغانستان در سطح دنیا باشه. ولی اون معیاراتی که ذکر شده بود با وجود که یک بار دیگه بازنگری شد بین هیئت امارت اسلامی و هیئت جانب امریکا، ولی همو تحقق پیدا نکرد. شما وقتی ادعا میکنین، خب مردم میبینه امروز شما جوان افغانستان یا مردم افغانستان، مردم 20 سال پیش یا 40 سال پیش یا 50 سال پیش شاید نباشه اگر بر نخوره به بعضی بزرگا که چه رقم. خب زمانه طور شده که امروز میدیا هست، رسانه ها هست، به اصطلاح بگو مامو خدمات اینترنتی هست، تمام دنیا امروز یا افغانستان و تمام موضوعاتش جوان از آگاهی دارن. در چشم مردم چرا خاک میزنه این مردم؟ اگر حکومت، اگر امارت اسلامی است، ببینید در طول 20 سال یک چیزی را که اشاره کنم پتان صاحب، در طول 20 سال بسیار کمک ها به مردم افغانستان شده ولی به مردم افغانستان نرسیده. تجربه را که ما دادیم، اما محصولی که از مجموعه کمک هایی که در طول 20 سال برای مردم افغانستان صورت گرفته، شما امروز آدرس بتین به ما که کدام زیربنا در افغانستان ساخته شده. شما امروز سرک داری، یک سرک معیاری که شما او را داشته باشین و شما در او بحث ترانزیت و بحث انتقالات شما به صورت احسن و خوبش در او صورت بگیره. شما امروز کدام ساختمان ملی یا کم ساختمان به اصطلاح بگم معیاری که در سطح کابل یا در سطح ولایت شده باشه که به یک نیازمندی مردم رسیدگی صورت گرفته باشه هست؟ نیست. بسیار مسائل زیرساخت های دیگه است که با او قطعا رسیدگی نشده. اونمو حکومت های آمدن در چشم مردم خاک زدن، بالاخره رفتن با امور رسوایی و هر چی که داشتن. ولی امروز ما یک چانس بسیار خوب برای امارت اسلامی است. بزرگا بشنوند که نشوه که خدای نخواست و می چانس شما امروز از دست بتین، چرا قبول نمیکنید؟ چرا به طور مثال یک خانم درس نخونه؟ چرا یک خانم به وظیفه نرود؟ چرا یک خانم، شما ببینید وقتی یک اعلامیه که از طرف به اصطلاح بگم رهبر گروه طالبان یا امارت اسلامی، رئیس الوزراء یا ملای بت الله اعلامیه پخش شد، این اعلامیه مورد استقبال یک تعداد از نهادهای حقوقی دنیا قرار گرفت که بله ما استقبال میکنیم، مردم افغانستان هم از استقبال کرد در خصوص حقوق زنها. وی بحث یک بحث مذهبی، یک بحث فقهی است تا یک بحث حکومتداری خوب، ولی یک خانم حق تعلیم و تربیه را داره، حقوق سیاسی داره، حقوق اقتصادی داره، حقوق کار داره. در بحث اجتماعی یک زن از روزنه چهار مجرو باید شما به او بنگرین، اگر حکومت است، اگر شما هستین، اگر ما هستم، اگر هر کسی است. یک خانم همسر بوده میتونه؟ بله. در بحث اجتماع خواهر بوده میتونه؟ به اصطلاح بگم مادر بوده میتونه؟ بله. درست؟ ولی شما چرا این حق شما از به اصطلاح بگم از او میگیرین؟ شما اعلان میکنین به دنیا که ما بله دروازه های پانتونا برای طبقه اوناس یا فعالیت های سیاسی برای طبقه اوناس مهیاست. نیست. در کجای ازی است؟ ما خود نمیبینیم، ما شما هم نمیبینین، همین میدیای شما هیچ چیزی را اعلان نمیکنه که بله پانتون کابل افتتاح به اصطلاح بگم برای درس تعلیم آغاز شده یا نشد. هیچ چیزی نیست. بینن ما از امارت اسلامی، ما به عنوان یک جوانی که چهار روز به مکتب رفتیم و دو روز هم به مدرسه و مردم افغانستان هم توقعش همی است، کمک هایی که در طی 20 سال شده هیچ نوع جوابگوی نیازمندی های جامعه افغانی نبوده، آمده به جای یک چهار نفر گرفتن، امروز اونا در ترکیه است، در آلمان است، در آمریکا است، در تاجیکستان است، در هر جایی که است گرفتن، همی سرمایه را فرار کردن، همی چانس و همی برنامگی را کوشش کنند که اینام در قبال خودشان نداشته باشند، بیاین و تعهداتی که در دنیا، ولی اختلافات در تمام حکومت های دنیا در تمام کشورها هست، هیچ حکومتی در دنیا را شما پیدا نمیکنید که اگه اختلافی
سیاسی یک اختلاف مذهبی یک اختلاف لسانی حتی بحث جغرافیا نداشته باشه. افغانستان که یک کشور بسیار خرد است و قدر اکثریت و اقلیت اینجا مطرح نیست، پیچیدگی های لسانی وجود نداره، پیچیدگی های مذهبی زیاد وجود نداره که قابل بحث باشه. در دیگه دنیا ما بسیار نمونه های کلان داریم. ببینید مدل های سیاست امروز در دنیا تغییر کرده. بیاین بزرگا با حفظ ارزش های اسلامی، با حفظ ارزش های دینی و میهنی و به اصطلاح بگم انسانی، با در نظر داشت عدالت اجتماعی بیان یک حکومت ترتیب بودن. شما امروز میگید آزادی، شما آزادی فکر دارین، امروز آزادی احزاب دارین، شما کدام رهبر حزب سیاسی را شما میبینین که امروز برای طرح خود، مرامنامه خود، حرف خود در میدیا داشته باشه؟ بسیار زیاد تشکر سیدی سه، به شما برخواد گشتیم و ما بعض سوالات را یادداشت کردیم، از لابلای صحبت های شما بهتر مطرح خواد کردیم. قدرمن لیدون کو ترلک زند وروس تا بستره گرسو بیا هم خرقل است. خب پیگیر سه موارد و مسائل را که سیدی سه رویش اشارت داشت یادآور شد، چقدر شما موافق هستین با این مسائل؟ گفتن که خب آزادی های مردم افغانستان در عرصه های مختلف سلب شده تا اندازی، اما امارت اسلامی افغانستان مدعی است که خب مردم افغانستان آزادی های خود در چوکات دین مقدس اسلام داره. فقط انتقاد که متوجه امارت اسلامی افغانستان است همانا نرفتن دخترها به مکاتب، به پانتونای دولتی و نرفتن طبقه اوناس به وظایفشان است و او را امارت اسلامی افغانستان وعده دادن که به این مشکلات رسیدگی خواهد شد، روی یک میکانیزم دارن کار میکنه. و همچنان رئیس الوزراء در بیانیه اخیر خود که از طریق رادیو تلویزیون ملی به پخش رسید گفتن که حقوق را که قرآن و خدا و پیامبرش به طبقه اوناس داده او را ما انکار کرده نمیتونیم. خب روی هم رفته نظریات شما پیرامون از این مسائل چیست؟ مشکل امارت اسلامی در کجاست؟ کنها مشروعیت مردمی ندارد، بیش جامعه بین المللی، بیش مردم افغانستان. عرف معمی که جامعه بین المللی برشان میگن، یکان دست برشان میگن، به کدام ماناست که اونا وقت که آمده بودن باید یا لوی جرگه و حال هم میتانن، دو مابود هم میتانن، یا لوی جرگه یا عوام کرسی یا انتخابات، هر چیزی که خوش از خود از اونا میاد به هر نام یک مشروعیت از مردم افغانستان باید بگیره. بسیار خوب. خب موضوع لوی جرگه از طرف رئیس جمهور پیشین هم در امی و آخر مطرح شد و تاکید داشت که باید به خاطر به دست آوردن مشروعیت ملی امارت اسلامی افغانستان یک لوی جرگه را فرا بخوان. از لحاظ مسائل دینی و مذهبی فکر میکنم موضوع بیعت باید مطرح باشه که سیدی سه نظرشان خواد گرفتیم چون موضوع مدرسه را یاد کرد. و موضوع انتخابات نمیفهم چقدر اینا باید بپذیره یا نپذیره یا برشان مهم است یا خیر. بر صورت دیروز فکر میکنم سخنگوی امارت اسلامی افغانستان گفت که یک فراخوان علمای کرام اینا خواد شکل دادن، علما را از افغانستان دعوت میکنن که پیرامون قضایای امروز افغانستان که متوجه امارت اسلامی افغانستان میشه یک نظر و مشوره از اینا را بگیره. این فراخوان چقدر میتونن که یک مشروعیت ملی را بر از اینا زمینش مهیا بسازن؟ هرگز نی، همیالا برشون نی. فراخوانی که تنها در اونجا ملا سیبا باشه، ملای سیبا باشه، اون فراخوان دیگه که عذاب سیاسی نباشه، در اون تمام طبقات مردم افغانستان سم نداشته باشه، او به نظر من جامعه جهانی و مردم مورد پسند مردم افغانستان قرار نمیگیره. هر وادی اینا یک بر نامی که جور میکنن، تکرار میکنن، بر نامی که خوش از اونا میاد که دو واقعا نظریات جامعه سیاسی افغانی را از هر گروه و از هر حزب کس جمع بکنن، اونا رو وقت بتن، صحبت بکنن، نظریات از رو گوش بکنن. اونو میتونن که
بعد از او ادعا بکنن که ما یک مشروعیت از مردم افغانستان گرفتیم. یکی مثلا علمای دینه، شاید اونا مشوره بگیرن از اونا، از علمای دین که ما چگونه حکومت باشد مشوره میتونن بگیرن، ولی مشروعیت اونا داده نمیتونن. خب بسیار خوب. حالا اگر پس بر بگردیم به اصل موضوع برنامه، خب وزارت مالی افغانستان مدعی است که امی آزاد شدن 280 میلیون دلار از پولای منجمد شده مردم افغانستان نتیجه مذاکرات اخیر دوحه فیما بین ایالات متحده امریکا و امارات اسلامی افغانستان است و گفتند که یک باب نو بین دو کشور یا افغانستان و جامعه جهانی باز شد و گفتند که خب امیدوار هستند که پولای باقی مانده مردم افغانستان هم به زودترین فرصت آزاد شود. شما چقدر به این باور هستین که مذاکرات اخیر دوحه بین دو کشور نتیجه بخش بوده، در حال که توماس وست در اظهارات اخیر خود گفت که نمیفهم امارت اسلامی افغانستان نباید به رسمیت شناخته شود و یا ای که گپای تقریبا منفی را پیرامون از این حکومت گفتن، شما این مذاکرات اخیر به چی نظر میبینه؟ خب ما خدا کنه که همه تو باشه که گپای از یه باشه، ولی فکر نمی کنم این 280 میلیون دلار که امریکایی ها یا جامعه جهانی که آزاد ساختن یک نوع ترحم از به مردم افغانستان، به خاطر که در اون مذاکرات این موضوع فیصله نشده بود تا جایی که خبر داریم، ولی هر کاری نیک کال شود تبعیض که امارت اسلامی میگه ما کردیم بخاطر حکومت دست از ایناست. خب با وجودی که ما این قبول میکنیم درست است که شما کردیم، ولی 280 میلیون در این شرایط بسنده نیست. اول هم گفتم نباید قبول میکرد یک کار شما. و با توجه بر فای سیدی صاحب گفتن که نمیفهم از هر 10 دلار 7 دلار مخارج همی تا جایی که خبر دارم، بله اونا یک مصارف بسیار گزاف دارن همی موسای خریه، به خاطر که ما یکی دو بار دایی برخوردیم، یکی از همی موسات خریه بود، یک حال نی قصه دا 15-20 سال پیش می کنم، اونام من کوشش کردم که از طریق یکی از تجارها بر از اونا کمک بکنم، وقتی که معلومات کردم باور کنین و تجار میخواست که چندین هزار دلار به این موسسه خیریه که اونا به غریبا کنن. یک وقت اونا پرسان کردم، میگم ما یک لک دلار نوز خودم و ماشای خود باید بگیریم. این موسسه خیریه به این ماناست، اونا مثال 4 ماه 5 ماه 6 ماه ماشایشان میمونه و هم کلشان دلاری. وقتی که نیمت موضوع برشان میرسد اول ماش خود میگیرن، یعنی افراد اشخاصی که دارن اونا شروع بکنن به کار. گپ سیدی صاحب تایید میکنم خب این از دو غدود به مردم افغانستان میرسه. خب حالا پس برمیگردیم به مو موضوع تعهدات امارت اسلامی افغانستان و جامعه جهانی یا بخصوص به ایالات متحده امریکا. حالا هر دو طرف همدگر متهم به نقض تعهدات میکنه، جامعه جهانی یا ایالات متحده امریکا، طرف امارت اسلامی افغانستان هم میگن که خب اینا به تعهدات خود عمل نکردن، حکومت همه شمول شکل ندادن، حقوق خانم ها را ندادن، حقوق اقلیت ها را ندادن، از این قبیل عرف ها و گپا. اما امارت اسلامی افغانستان مدعی است که یک حکومت همه شمول وجود داره در افغانستان، از تمام اقوام در کابینه حضور دارن، حقوق خانم ها و دخترا به بهترین وجه تامین شده، همچنان حقوق اقلیت ها و از این مسائل گپا. شما چگونه ارزیابی میکنین این موضوعات یا چگونه میتونه دو طرف به یک تعامل برسه؟ اول بیاین سر حکومت همه شمول. حکومت همه شمول به این معنا نیست که یک طالب قنداری باشه، یک طالب خوستی، یک طالب بدخشی، یک طالب ایراتی جمع شوند، و این حکومت همه شمول است. و یا برعکس سر مسائل ملیتی پردم، یک شیعه و یک سنی و یک تاجک و یک پشتون و یک ازاره و یک ازبی که بیرد، این حکومت همه شمول نیست. ما بارها گفتیم حکومت تکذیبی در افغانستان نتیجه ندارد. این حکومت تکذیبی است، همش مربوط امارت اسلامی یا مربوط طالب هاست.
نباید باشه. اما فکر میکنین حکومت مشارکتی نتیجه بده یا در گذشته نتیجه داده؟ حالا امی حکومات 20 سال قبل افغانستان اگر به بس بگیریم، خب مصلحت‌های متفاوت و مختلف مد نظر گرفته شد، مسائل قومی و مسائل سمتی و مسائل نمیفهم حزبی و از این قبیل گپا. همی حکومت اخیر که بالاخره منجر به سقوط شد، ما شما دیدیم که از افکار و اقشار مختلف در اینجا سهمدارای بودن، اما بالاخره دیدیم که چگونه سقوط شد و چقدر جوابگو به نیازمندی ها و مشکلات مردم افغانستان بود یا نه؟ یکی حکومت های تحمیلی بود. سبیتون 20 سال رئیس جمهور تحمیلی، وزیرا تحمیلی، وکیلای پارلمان تحمیلی، سناتورا تحمیلی. چگونه تحمیلی؟ اینجا انتخابات می شد، مردم افغانستان رأی می داد، کم یا زیاد، خوب یا بد، بر صورت برایند انتخابات ولی فیصله شد کشورهای بزرگ میکرد. مردم درست است که یک تعداد بسیار کم رایگیریش دراک میکردن، ولی فیصله شد کشورهای بزرگ میکردن. سر حکومت ها ما بس نمیکنیم. حال تعهدات هم بطور بود که یک حکومت همشمول از افکار مختلف. و هیچ وعده طرفدار از این نیستم که حکومت یک تاجک باشه و یک ازبک باشه و معلومش هزاره باشه و یاسمی باشه، من هیچ کورا طرف دار نیستم. خدا کنه کل حکومت هزاره ها باشه، خدا کنه پشتون ها باشه، خدا کنه تاجک ها باشه، این به من ربط نداره. ولی افراد، اشخاص که مسلکی باشن، شایسته سالاری در اوجه مده نظر گرفته شد، حال امارت اسلامی از من خفه نشن. مولوی فلانی وزیر تجارت، مولوی فلانی وزیر داخله، مولوی فلانی دیگه هم و آزاده نشن و مسلم بده نظر گرفته نشن. ما در برد باید یک انجینیر باشه، در وزارت صحت همه باید دکترها باید باشه. اینی 20 سال پیش شما مثال دادید، اونا من نمیگلوری میکردن، نجار در جای گلکار روان میکردن، گلکار در جای انجینیر، انجینیر بود که این چیز به جای پتن میشه. بسیار زیاد تشکر پیگیر سپ، شما بر میگردیم. خب سیدی سپ، میشه از شما عین موضوع را مطرح کنیم؟ چقدر فکر میکنین امارت اسلامی افغانستان امو بحث شایسته سالاری را مد نظر گرفته یا کار به اهل کارش سپرده؟ چقدر فکر میکنین که ادارات که باید افراد اشخاص فنی و مسلکی در رأسش باشه، ای منطق یا ای اصلا مد نظر گرفته؟ تشکر جناب پتان سپ. با تأسف که امی میراث در حکومت های قبلی ما و شما بوده که افراد به اساس سمت، به اساس رفاقت و به اساس همتیم بودن و به اساس یار بودن به ادارات گماشته می شد یا استخدام می شد. شما تجاربش دارین، ملت هم می فهمه که زمان در حکومت های قبلی یک وزیر یا یک قماندان یا یک رئیس اگر خدای نخواسته به اختلاس یا به رشوه ستانی یا به کمکاری متهم می شد، برای یک ماه دو ماه یا یک هفته در خانه می بود، این دوباره از همونجا پس به یک بستی بالاتر دیگه گماشته می شد، استخدام می شد، چون یاری تیم بوده یا به اصطلاح بگم همکش و هم نظر به همون تیم بوده، در تیم بوده، همین مشکلات، همین موضوع صورت می گرفت. در حکومت فعلی که عبارت از امارت اسلامی افغانستان است، دقیقا گفته پیگیر سه، من تایید می کنم که در تمام ادارات تالی از جمع علمای کرام هستن، ما به علمای کرام احترام داریم، در این شک نیست. جامعه افغانستان یک جامعه بوده که در طول تاریخ ما ارزش های اسلامی و ارزش های مذهبی و ارزش های ملی خود پاس داشتن و ما هم به علما سخت احترام داریم، ما شاگردی از همی علما هستیم. نسل جوان ما شما ببینین، وقتی شما طفل خردسن هستین، در اولین قدم هایی که شما باید به مکتب برین یا کتاب و قلم رو به دست بگیرین، اول دفعه شما را یک قاعده را میتن، میرین به پیش ملاسب مسجد، در اونجا درس میخونین. از اونجا احترام و رابطه شما، خود جامعه افغانی گفتم یک جامعه ارزشی است،
رابطه شما احترام با گذاشتن با دین و با علما از اموجا برقرار میشه تا وقتی که شما حیات دارید. ولی در بحث حکومتداری صحیح است که امروز امارت اسلامی میگن که ما 20 سال جهاد کردیم، 20 سال مبارزه کردیم، می علمایی بودن که در صفوف ما جنگیدن علی کشورها یا علی نظام وقت. اینا خود یک سلسله حق بجانب میدانن، ولی در پهلوی از این بهتر اینمی است که باید از تیم متخصص ما کار گرفته شد. دانش ما، تخنیک ما، روحیه کاری ما باید کشته نشود. این بهترین فرصت برای حکومت یا برای امارت اسلامی افغانستان است که از تیم متخصصین ما باید اینا کار بیرن در راستای پیشرفت حکومت، پیشرفت اقتصادی. ولی ما متخصصین اقتصادی را داریم، متخصصین به اصطلاح بگم راسازی و سرکسازی و تعمیرسازی و در تمام عرصه ها باید از اینا کار گرفته شد. این که کار گرفته نمیشه، اینا دلایل خود باید بگوان که بر روی کدام دلایل. امیل تا بس دو سه فکر کنم تمامش علمای کرام است، ما به اینا احترام داریم، ولی شاید در بحث تخنیک، در بحث مدیریت، در بحث موضوعات تدارکاتی، در بحث مالیاتی، در بحث اقتصاد، در بحث حتی امروز گفتم پیشتر که مدلای سیاست و سیاست گذاری تغییر کرده با وجود حفظ ارزش های ملی و ارزش های اسلامی. خب باید این را درک بکنن بزرگان ما و افراد متخصص ما، قطعا باید به ادارات گماشته شو از تجارب از استفاده صورت بگیره. بسیار خوب. حالا جامعه جهانی واقعا از امارت اسلامی افغانستان چگونه یک حکومت همشمول توقع داره؟ خب در تمام دنیا یک اصل است که یک حزب سیاسی برنده انتخابات میشه، افراد و اشخاص مورد نظر و مطلوب خود جا به جای کرسی ها و چوکی های مهم حکومتی و دولتی میکنه، یا ای که خب یک تحول می، یک نظام تغییر میکنه. خب منطقا نام به نظر میرسه که امو کسایی که برنده میدان هستن اونا افراد اشخاص مورد اعتماد خود جا به جا میکنه. حالا جامعه جهانی از امارت اسلامی افغانستان توقع چگونه یک حکومت همه شموله داره؟ این طرف امارت اسلامی افغانستان میگه که خب در رأس حکومت ما از هر قوم، از هر سمت بزرگای وجود داره. او طرف جامعه جهانی میگه که نه، به ما تعهد داده بودین که یک حکومت همه شمول باید شکل بدین. از طرف هم بعض برداشت های مردمی است که خب جامعه جهانی توقع شمی است که امو افراد اشخاصی که در گذشته در رأس حکومت بودن اونا را دوباره جا به جا بکنن یا در رأس حکومت برشان جا بته. برداشت شما چی را نشان میده؟ شما این موضوع را چگونه تحلیل میکنید؟ ببینید پتان صاحب، مشارکت یا حکومت همشمول به معنای این نباشه که تمام افراد و اشخاص یا متکداران قومی باز بیان اینجا به حرکه قدرت تکیه بزنن و از آدرس شما، از آدرس ما، از آدرس یک ملت مظلوم دیگه اینا بیاد تمام امتیاز را بگیرن. بحث افکار است، بحث احزاب سیاسی است، بحث یزی است که شما چگونه میتونین که مشروعیت داخلی خود ببینید. حکومت های قبلی ما اگر بگم قدرت را گدایی میکردن شاید این بجا باشه. به این معناست که شما با یک نیروی خارجی تکیه دارید ولی بر مردم خودتان هیچ اعتمادی ندارید. شما بیشتر بر مشروعیت بیرونی حکومت های قبلی همه تو بوده و خصوص همی هفت سال یا دو دوره حکومت آقای غنی همی بوده و سبب شاردگی و سرنگونیش هم همی بوده که شما آمدین لابیگری کردین، یک دم دستگاه را تشکیل دارین بر هر نوی که بوده، یک حکومت اعلام کردین و آمدین بالاخره یک چهار نفر در دور و بر میز خود یا دم دستگاه خود آوردین جمع کردین، ولی دست تظاهرتان به سوی بیرون دراز بوده که خیر است، یک چهار سبای دیگه ما را شما در حکومت بارین، خیر است ما اینجا حکومت بکنیم. ولی میزان نارضایتی مردم را شما دیدین در حکومت قبلی که مردم قطعا رضایت نداشتن از این حکومت. بعضی عذابی که بودن یک چهار تا تکدار قوم بود ما کنار میگذاریم، کنون رضایتشان البته مو
به اصطلاح بگم درآمدهای اقتصادیشون بوده یا چوکیشون بوده هر چی که بوده بر منفعتای شخصی خود، ولی بحث ملت ملت نارضایتی داشت. حال فکر میکنین که جامعه جهانی چیگونه یک حکومت همشمول از امارت اسلامی افغانستان توقع داره؟ خب امارت اسلامی افغانستان بشینن در میز مذاکره، سازمان ملل در این مداخله بکنه. کجا هست همی کنفرانس سازمان اسلامی امروز؟ در هیچ میدیای در هیچ اواخر در عربستان سعودی برگزار شد، قرار از در پاکستان برگزار شد. اعلامیش کجا شد؟ از امارت اسلامی در خصوص 38 یا 40 میلیون نفوس مسلمان افغانستان چی اعلامیه داشت؟ هیچ پیامدی نداشت، هیچ برآمدی نداشت که به نفع مردم افغانستان باشه. کنفرانس سازمان اسلامی یک مرجع بسیار معتبر در سطح دنیا، بخصوص در کشورهای اسلامی است. این نشست هیچ فایده به ما نرسون. در کجا اعلامیه اینا نشر کردن یا پخش کردن؟ در کدام میدیا شما دیدید؟ تقریبا تاکیدشان بالای کمک‌های بشری بود که سرازیر شاه به مردم افغانستان. ببینید، تکیه کردن به کمک‌های بشری از دید اقتصاددان‌ها و از دید شخص ما این بسنده نیست. هنوزم ما مردم به فقر سوق می‌ده، این لایی که ما خودمان در داخل یک سیاست تعریف شده اقتصادی نداشته. امروز گمرکات شما فلج است. شما چرا ترانزیت بند کردین؟ چرا شما نه گمرک دارین، 18 گمرک دارین که روزانه یا ماهانه چقدر به اصطلاح معقول عبور یا تکس به شما میامد؟ این کجا هست؟ خب میگه یک آید بسیار خوب به دست میه پولا گمرکی جمعایی میشه. جناب پتان صاحب، در این شک وجود نداره که سابق در گمرکات، در دستگاه حکومت یا در نهادهای حکومت هایف مایل بوده یا 50% یا 10% یا 20% هر کس هم سهم خود هم میگرفت. تکدارای قومی پیشتر گفتم، ولی بسیار پول محدودی میامد به خزانه دولت راویز میشد و میامد نجا سیف میشد و با مردم به اصطلاح بگم با تمام مردم عادلانه توزیع میشد و زیربنا ساخته میشد. ولی امروز با وجود این شفافیت گفتم یک فرصت خیلی مناسب است برای حکومت امارت اسلامی افغانستان که اینها چقدر فکر میکنین عادلانه باشه سیدی صاحب که ما ملامت بکنیم امارت اسلامی افغانستان با توجه به ای که جامعه جهانی به کلی ای جغرافیه ای کشور ای مردم فراموش کرد؟ هیچ کشور دنیا تا امکنون امی حکومت تازه را به رسمیت نشناخته. سابق میلیاردها دلار کمک به افغانستان سرازیر میشد، عالمو دارایی مردم افغانستان هم بلاک است، منجمد است. خب حالا مطلق از امی عواید داخلی امی نظام نو تشکیل ما بالاخره خوب است یا خراب است پیش میره. امنیت در تمام افغانستان تامین است، درست است یگان انفجار و یگان حادثه را ما شما شاهد هستیم و داریم، اما چقدر عادلانه باشه که دنیایی که ای حکومت ای جغرافیا و ای کشور را فراموش کرده، به رسمیت نمیشناسه، کمک نمیکنه، ما تمام بار ملامت متوجه امارت اسلامی افغانستان بسازیم؟ خوب تشکر. ما فکر میکنم عادلانه نباشه. ما سخنگوی امارت اسلامی افغانستان نیستم، ولی به عنوان یک جوان 50 اگر امارت اسلامی افغانستان ملامت باشه، 50 هم دنیای بیرون جامعه جهانی. بسیار زیاد تشکر سیدی صاحب. برمیگردیم به این که چی باید کرد. مسئولیت امارت اسلامی افغانستان در برابر ملتشان چیست؟ مردم افغانستان به کجا داد و فریاد خود میتونه برسانه؟ و جامعه جهانی این که حقوق بشر مدعی هستند چی مسئولیت داره در قبال از این مردم افغانستان؟ به شما برخواد گشتیم قدرمندی دون کو تر لکزند روست بیا هم خرقل است. پیگیر صاحب، رای حل چیست؟ چی مسئولیت داره جامعه جهانی، امارت اسلامی، مردم افغانستان؟ خب حالا ما شاهد یک بحران هستیم. مردم ما دار از گشنگی تلف میشه، زمستان بسیار سخت را در پیش رو داریم، مواد را دسترسی نداریم که خود گرم بسازیم، مواد را دسترسی نداریم که شکم خود سیر بکنیم، با ده ها و صد ها و بلکه با هزارها مشکلات دست به گریبان هستیم. رای حل چیست؟ چطور میتونیم مردم افغانستان نجات بدیم؟ اگر رای حل مربوط میشه به امارت اسلامی افغانستانی و به جامعه جهانی ما نمیندازیم، بخاطر که جامعه جهانی آنقدر که مسئولیت امارت اسلامی داره در مردم
افغانستان یعنی جانی نداره. اینا خواهیم خواهیم فعلا دولت اقتدار به دست از ناس، اینا باید تعامل کنند با جامعه جهان. ما در وضعیت بسیار بد اقتصادی قرار داریم، این است که عامل از این امارت اسلامی شده، بلکه از سالهای بسیار قبل ادامه داشت و بالاخره بعد از آمدن اسلام اضافه شد. این کس بخواه نخواه، حالا اگر در برابر برسمیت شناختن و نمیفهم کمک کردن و تعامل خواستایی را داشته باشه که امی استقلالیت و مشروعیت و یا به اصطلاح غرور و بزم امارت اسلامی افغانستان جهاد 20 ساله را زیر سوال ببره، بازم باید اینا عقب نشینی کنه؟ باید ببینید هرگز نمیبره. ببینید اون جهاد 20 ساله ما جهاد میگیم، جهاد به خاطر خداوند و دینه حضرت رسول مرسول الله. اگر جهاد معنای شمی باشه، پس امارت اسلامی آماده قربانی باشه. حال شما به چند پیش اظهارات آقای حکمتیار شنیده باشین که گفت که ایالات متحده امریکا از طالبان خواسته که 2000 نیروی نظامی شانه اجازه بده که بیاین امنیت مراکز دیپلماتیک شانه تامین بکنه. اگر به چنین فرمایشات گردن میمانه پس چی شد؟ نه به اون فرمایشات هرگز نه، ولی میم سر امی فواید حکومت همشمول امارت اسلامی خودشان میفهمند که اکثریت کابینیشان در لست سیاس خود از اونها سفر کردن نمیتونن به اون کشورهایی که باید اینا بر خود لابیگری بکنن، بلکه افراد، اشخاص شایسته در این وطن وجود دارد. چرا امارت اسلامی افغانستان از اینا استفاده نمی کنه؟ تا وقتی که امارت اسلامی افغانستان بالای مردم افغانستان اعتماد نکنه و مردم افغانستان بالای امارت اسلامی روزگار خوش نمی داشته باشه. بسیار زیاد تشکر پیگیر صاحب، سلامت باشین. سیدی صاحب، رای حل پیشنهادی شما چیست؟ چی باید کرد و کی باید کرد تا از وضعیت بحرانی که مردم افغانستان امروز داره بیرون شویم؟ این وضعیت برمیگردد جناب پتان صاحب به بازیگرای اصلی قدرت. عبارت از امارت اسلامی افغانستان است. شما از دنیا چی میخواین و برای دنیا چی گفتنی دارین و چی نو مدل حکومت پیشکش میکنین؟ مردم افغانستان هم طرفدار یک حکومت اسلامی شرعی است. همه مردم افغانستان در طول این سالهای گذشته تشنه ای بوده که باید کسی که مستحق مجازات است مجازات شود، کسی که مستحق مکافات است مکافات شود. این یک حاصلی است که ما گفتیم از امود سن خردسالی که در آرزوی یک حکومت مقتدر سیاسی با حفظ ارزش های اسلامی باشیم بودیم. ولی برمیگرده به امارت اسلامی، شما چگونه یک بازیگر سیاسی هستین و چی مدل حکومت ها، چی طرح، چی برنامه را به دنیا پیشکش میکنین و چگونه شما میتونین که به اصطلاح بگو مشروعیت ملی یا سوالی که امروز 38 میلیون نفوس افغانستان داره در زین محرومیتی که میکشن، امیر شما چه قسم حل میکنین؟ بعد از او شما میرین به دنیای بیرون، مشروعیت بیرون میرین و چگونه حکومت شما روی دست میگیرین؟ در غیر از او به این شیوه و به این راهکاری که فعلا وجود دارد فکر کنم یک ذره سوال برانگیز است و ملت شاید امو میزان نارضایتیش مثل که در حکومت های قبلی بلند رفت، حکومت سرچپه شد، گریختن، فرار کردن و تابرو عزت برشان نموند. به عنوان دوست نفر اول افغانستان تا امروز تو هم یاد میکنیم، من یاد میکنم و امو طفل شیرخواری که نو و اصلا بگم گپ زدن یاد گرفت او هم یاد میکنه. اینا عبرت بگیرن از گذشت تاریخ و بیاین یک مدل حکومتی که دو گفتم ارزش های اسلامی ما باید تحقق پیدا بکنه، ارزش های ملی ما در نظر گرفته شده و میزان رضایت مردم هم در او تحقق پیدا بکنه، شما در وقت میتونید برنده میدان باشید. غیر از اون نه. دیر مننه خغلی سید نادر سیدی سیاسی شنون که و خغلی سلیم پیگیر دی افغانستان دژمن فکری گوند مشر چیز مونگ بلا نمو منه لفو بس که مرا سروانده وقت کور ودم. قدر من لیدون که دی تسلیم التی هم نڑی مننه تربیه خیلی جاری.